سلام به دوستان عزیز برنامه شاههای این درخت کهن. داشتم آغاز کار اسماعیل صفوی رو و تأسیس سلسله صفویه رو در هفته گذشته براتون میگفتم که وقتم تمام شد. بله، اسماعیل 13 ساله رو چند نفر از مریدا یواشکی از لاهیجان میبرن به اردبیل، اونم اول میره مادرش رو ملاقات میکنه، بعد مواجه میشه با اینکه 7000 یا 10000 سرباز سوارکار شمشیرزن فدایی جان نثار داره و دیگه اسماعیل معطل نمیکنه، چون پدرش و پدر بزرگش هم که زدن کشتن، هم خونخواهی اونا لازمه، همین که برنامه ای که اونها ناتمام گذاشتن، نتونستن منطقه رو بگیرن و توش حکومت کنن، ایشون باید بگیره. این بچه 13 ساله رهبری این ارتش رو به عهده میگیره و حمله میکنن به داغستان، فتح میکنن داغستان رو، از داغستان میان به شیروان، شیروانشاهی که پدر و پدر بزرگ رو کشت میکشند، منطقه رو میگیرن و صوفیان صافی شیروان رو غارت میکنن. حالا باز برگردیم به 500 سال پیش. ما امروز که تاریخ رو میخونیم میبینیم خیلی با هم دیگه متناقضه، که آدم هم صوفی باشه، هم آدم عابد و زاهد و مسلمانی باشه، و هم بره یه شهری رو حمله کنه و ساکنین شهر رو غارت کنه. البته وقتی میگم غارت، قتل هم توش هست دیگه، برای اینکه هر خانه ای، هر صاحب خانه ای میخواد از مال خودش دفاع کنه، بنابراین برای رفع این دفاع یه تخماقی هم تو سرش میزنن یا میفته میمیره دیگه. یعنی قتل عام که میگن این شکلی پیش میاد دیگه. این جزء فتح بوده، قسمت بعدی فتوحات بوده. در تمام جنگ ها این اتفاق میفته و بعد این ارتش کسی بهش حقوق نمیده، این حقوقش باید خودش در بیاره، مواجب خرج راهش باید خودش در بیاره. اینی که غارت کردن شهرها جزء ملزوماته، مگر اینکه ارتش حمله کننده شکست بخوره، منهزم بشه، هر کدوم برن به سراغ خودشون و بدبختی خودشون یه جوری دیگری دنبال کنن. ولی وقتی فاتح شدن، به این قصد اومدن حمله کردن که به ثروتی، به پولی، به مالی برسند. به هر حال شیروان رو، مردم شیروان رو غارت میکنند و از شیروان به طرف آذربایجان سرازیر میشند. سپاه خاندان بایندوری رو، آقایونلو رو، هر کی جلو میاد میزنند و میکشند، و خود این بابا یعقوب سلطان آقایونلو رو فراری میدن به دیاربکر رو، اون هم میره و اینها آذربایجانی میگیرن و میان تبریز رو میگیرن. تبریزی که گرفتند، یکی دو روزی بعد میرند مسجد جامع تبریز و اسماعیل میگه که ما میبایست که اعلام کنیم که دین رسمی ما شیعه است و همه مردم باید شیعه بشن. حالا اینم بدونید که چند تا ایل مثل ایل قاجار، افشار، استاجلو، روملو، تکلو، این ایلها و سران ایلها و افرادشون جز سپاه شاه اسماعیل هستند و در حقیقت فتوحات به دست اینها انجام شده. اینها به اسماعیل میگن که از 4 دانگ جمعیت تبریز 3 دانگش سنی هن. اگر ما چنین چیزی اعلام بکنیم، ممکنه که آشوب بزرگی اینجا بپاشه و حتی طرفداران ما زیر دست پای سنی ها له بشند. شاه اسماعیل اول کوتاه میاد، میره و روز بعد میاد، در روز بعد میگه که من حضرت امیرالمومنین رو به خواب دیدم که به من دستور دادن که تو برو کار خودتو بکن، ما با تو ایم، بنابراین من میخوام که خطبه بخوانم به نام امیرالمومنین و لعنت بفرستم به 3 خلیفه اول. البته این حکایت که تو معتقد به امیرالمومنین هستی یک طرف،
ولی اینکه حتما باید لعن بکنی سه خلیفه اول رو و حتی زن پیغمبر رو، اون دیگه یه مطلبی است که چندان قابل فهم نیست امروزه، اما این جزء کار بوده. تو نمیتونی شیعه بشی بدون اینکه سه خلیفه رو لعن نکنی. حالا این سه تا خلیفه هم برای تمام سنی ها از مقدسین هستند، همینطور که ما ائمه اطهار داریم و به اینا احترام میگذاریم، سنی ها به این سه خلیفه، به جانشینان پیغمبرشون احترام میگذارند. این رو امروز باز برای ما قابل فهم نیست. من یادمه تا زمانی که بچه بودم مراسم عمرکشون در ایران برقرار میشد و با زشت ترین وضعی یه مجسمه ای رو می ساختند غرق به کثافت و آلودگی و چه و چه، و بعدم اینو آتش می زدند و هلهله می کردند و شادی می کردند که ما عمر رو کشتیم. خب در مورد عمر و اینکه عمر فاتح ایران بوده در جنگ ها و حالا ایرانی ها ممکنه با عمر یه خصومتی داشته باشند، میتونه یه معنایی داشته باشه. ولی وقتی که شما عمر و عثمان و ابوبکر رو با همدیگه قاطی میکنی و لعن به اونها رو قسمتی از مذهب و دین خودت میشناسی، این الان برای من دیگه قابل فهم نیست. آقایون حجاج اسلام یه توضیحی بدن که چرا باید اینطور باشه. چرا مثلا فرض کنیم منی که مسلمان هستم به حضرت رسول اکرم باید احترام بگذارم و حتما باید به مسیح فحش بدم؟ نمیشه که. خب بذارید اون یه اعتقادی داره، به اعتقاد خودش باشه، شما هم به اعتقاد خودتون باشید. من حالا معتقدم که حضرت امیرالمومنین امام اول و خلیفه اول است. من ایشونو به عنوان خلیفه اول میشناسم، یعنی که ابوبکر رو عمر و عثمان رو اصلا خلیفه نمیشناسم. خب نشناس دیگه، چرا فوشش میدی؟ چرا مجسمه درست میکنی بعد کثافت میزنی به دامن مجسمه، بعد مجسمه رو آتیش میزنی؟ این کارا دیگه چیه؟ اینا انحراف، به نظر من اینا انحرافاتی بوده در شیعه که خوشبختانه به تدریج هم فراموش شده و رفته، ولی این انحراف سبب خونریزی هایی شده، سبب آدمکشی های فراوانی شده. یکی دوتا و هزار تا و صد تا نیست، میلیون میلیون آدم در این راه، در این خطا از دست رفتند. به هر حال اسماعیل میگه که نه، من باید به وظیفه خودم انجام بدم، وظیفه خودم انجام میدم و هر کس بگه نه گردنش رو خواهم زد. اگر همه جمعیت تبریز و گردنشون رو لازم باشه میزنم. و میرن در مسجد و در مسجدم اشهد میخونند و اشهد ان علی ام ولی الله رو میخونند و بعدم این قزلباشا که دور تا دور ایستادن شروع میکنند به لعن و سب سه خلیفه اول، که سنی هایی که اونجا هستن باید با صدای بلند بگن بشمار، هر کس که نگه بشمار گردنش میره رو هوا، و را میفتن در شهر، در کوچه پس کوچه های شهر، و همینطور آدم کشی، به طوری که دو روز یا سه روز بعد از این ماجرا یک تاجر ونیزی که در تبریز بوده گفته که، نوشته تو خاطراتش که از بعد از نیرون من همچین جنایت بشری ندیده بودم و نشنیده بودم. تمام کوچه های تبریز، تمام شواره عام تبریز پر میشه از جسد افتاده. آدمی که تا 10 دقیقه 20 دقیقه 2 روز پیش زنده بوده، داشته راه میرفته، مسلمان بوده، فقط حاضر نبوده به سه خلیفه اول فحش و بدی بیرا بده. همین. و این آدمی که زنده بوده را می رفته، شما را هم آزاد گذاشته بوده که شیعه بشید. هیچ وقت نیومده سراغت بگه چون تو شیعه هستی و منم الان اکثریت جمعیت رو دارم میزنم میکشمت. در سر تا سر ایران کمتر از 1/3 جمعیت ایران شیعه بودند، بقیه همه اهل سنت بودند.
ولی این آدم کشی به تدریج در سر تا سر ایران راه میفته و البته کار به جایی میرسه که مردم برای حفظ جانشون میگن بشمار. خب ما یادتون باشه دنبال میکردیم مسائل مربوط به انحطاط فرهنگی و انحطاط اخلاقی رو در دوران بعد از مغول و در دوران تیموریان. الان من میخوام از شما بپرسم که آدمی که اعتقاد به اصول تسنن داره در خانش ولی در خیابان باید اعلام کنه که من شیعه هستم، برای اینکه نمیشه باور کرد که حالا 3/4 جمعیت ایران که اهل تسنن بودند یا شافعی بودند یا حنفی، همه اینا ظرف چند روز یا چند هفته اعتقادات دینی خودشون رها کردند و شیعه شدند. اینکه نمیشه که، چنین چیزی محاله. شما نگاه کنید در ایران هنوز که هنوز زرتشتی وجود داره، بنابراین به این آسانی کسی نمیتونه اعتقادات دینیشو تغییر بده مگر اینکه تقیه کرده باشه، مگر اینکه تو خیابون بیاد بگه من شیعم، تو در خانه بره بگه من سنیم. آیا این ریاکاری مادر همه ریاکاری ها نمیشه؟ آیا این ریاکاری در اصل مطلب، یعنی در کل موضوع، در مذهب، در دین، وقتی تو در باره دینت میتونی دروغ بگی، راجب نون و پیاز و لوبیا هم خب میتونی دروغ بگی دیگه، میشه گفت پس این که اینگونه است که انحطاط های اخلاقی وارد جامعه میشه و یه ایرانی پیوسته یه کسی غیر از خودش. حالا شما بیایید یادداشت‌های سفیرهای کشورهای خارجی رو از زمانی که وارد ایران شدند، از همین اواسط صفویه که آمدند، از زمان بیشتر از زمان شاه عباس، در مورد ماها نوشتن بخونید. همه اینا میگن که از حرفا اینا نمیشه چیزی فهمید، اینا یه چیزی دیگه میگن، یه کار دیگه میکنند، اینا دروغگوان. میرسه به دوره قاجار، علنا رسما تمام سفرا، تمام کاردارهای سفارتهای روس و انگلیس و می نویسن این ایرانی آدم های مزوری هستند، آدم های دروغگوی هستند. راست می گفته اون، ما عادت کرده بودیم که یه جوری دیگه ای باشیم ولی خودمون یه جوری دیگه ای نشون بدیم، این دیگه رفته بودیم تو خون ما. من یه بار دیگه از شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز می پرسم، یه بار دیگه از تمامی حجج اسلام میپرسم، از مطالعه کنندگان حوزه علمیه قم میپرسم با نهایت احترام که به من بگن آیا میشه در ظرف مدت کوتاهی 3/4 جمعیتی کشور اعتقادات دینی خودشون رو فراموش کنن و به اعتقادات دینی کسی که شمشیر و چماق دستشه بپیوندن با خلوص نیت؟ خب حالا ما اینو داریم، دردهای یکی دوتا نیست، مورخینمون هم داریم که مورخین هم نوشتن که مردم به دین، به مذهب حقه شیعه پیوستند، مردم به مذهب حقه شیعه پیوستند پیوستند. حالا این تاریخ نویس جز تملقه صاحب قدرت، برای اینکه حقوق بگیره صاحب قدرته، مال منالش رو از صاحب قدرت به دست آورده و جانش هم در مقابل صاحب قدرت در خطره، در نتیجه تاریخ اون شکلی می نویسه. آقای مورخ قرن 21 که راجب صفویه در تهران داری می نویسی، قربونت برم، شما چرا داری این حرفا رو تکرار می کنی؟ شما چرا میگی که وحدت ملی به وجود آورد
مگه میشه که 25% جمعیت 75% جمعیت رو با شمشیر بکشند و بقیه رو از خون اونای دیگه بترسونن و دینش رو عوض کنن و تو امروز در قرن 21 میگی وحدت به وجود آورد؟ خب این وحدت یه جاییش میلنگه پس، این وحدت یه جاییش خرابه. آره اولا من شما بگم من هیچ خصومتی که با تشیع ندارم هیچی، از نظر تاریخی اعتقاد راسخ دارم که تشیع با استقلال سرزمین ایران پیوند تنگاتنگ داره، من در این حرف هیچ تردیدی ندارم. در زمان صفوی هم تشیع این کار کرد، با اون قسمتش هم احترام میگذارم. خواهش میکنم فقط حرف منو آقایونی که از آغاز مخالفند و بسیج میکنند که مخالفت خودشون رو بیان کنند دقت کنند. من انتقادم به تاریخ نویسی و گزارشات تاریخی است. اونچه که در ایران اتفاق افتاده یک زیانهایی داشته و یک سودهایی داشته، ما باید اونا رو از هم بشکافیم. ولی وقتی تاریخ نویس میاد یک سره میشینه و در امروزا، امروز یعنی دیگه شمشیرش اسماعیل هم بالا سرش نیست، حقوق پادشاهان صفوی هم در کنارش نیست، میخواد تاریخ رو بشکافه و بنویسه، باز مینویسه که تشیع سبب وحدت مردم ایران شد، وحدت ملی. به من بگو کلمه ملی رو داری میبری 500 سال پیش میخوای کجا جاش بدی؟ اصلا کلمه ملی در 500 سال پیش محلی از اعراب داشته که شما ها برمیدیری تو تواریختون مینویسید؟ و من بازنشسته با حقوق بازنشستگی باید دارم پول بدم این کتابای شما رو بخرم بخونم؟ بگذاریم. بله، به زور شمشیر با خون ریزی بسیار عظیم شاه اسماعیل صفوی حکومت و دولت شیعه برقرار میکنه. 3/4 جمعیتی هم که سنی هستن به تدریج یا شیعه میشن یا در داخل خانه سنی میمانند، در کوچه و خیابان شیعه میشن، که این درویی و تزویر نهادینه میشه در جامعه ایرانی. هزار جور احتمال میشه داد، این یه امر جامعه شناسیه و ده ها جامعه شناس باید بشنن روش تحقیق و کار بکنن که بفهمیم که مردم عکس العملشون از نظر آماری در مقابل این عمل چی بوده. اما این جوون 13 ساله از خون ریختن هیچ وحشتی نداشته، از آدم کشتن کوچکترین وحشتی نداشته. خب حالا شاه اسماعیل صفوی در تبریز شاه میشه، تاجگذاری میکنه و بعد قزوین را انتخاب میکنن برای حکومت، برای پایتختی، و میرن اونجا و اونجا هم باز تاجگذاری میکنن. و حالا ما ببینیم که ایشون که ظرف 7-8 سال جنگیدن، این جوان 13 ساله از 13 سالگی تا 18-19 سالگی قطعه میجنگه و اون لیستی که من براتون خوندم تمام اینا رو منکوب میکنه و متصرفات اونا رو میگیره و به قول مورخین امروزی وحدت به وجود میاره. بله، یعنی گستره وسیع ایران زیر یک حکومت میره، همونطور که در زمان خوارزمشاهیان بود، فرقی نمیکنه، زیر یک حکومت میره. منتها این حکومت فرقش با حکومت های دیگه بسیار زیاد، اینکه این خاندان خاندان ایرانی هن، زبانشون ترکی است ولی اصل ایرانی هستند. این بعد از 900 سال ما یک خاندان ایرانی میبینیم که آمده از خود مملکت، منظورم هم ایرانی ترک و فارس نیست، دقت داشته باشید، این جدش از کردستان بلند شده، حالا در طول ایام این گویش ها این زبان ها عوض میشه، بذار بشه مهم نیست، مردم آزادن که به هر زبانی حرف بزنند.
همونطور که ترک ها ایرانی هستن، امروز ترکمن های ایرانی داریم، بلوچ ایرانی داریم، فارس ایرانی داریم، اینا همه برابر و مساوی هستن و حق دارن به زبان خودشون هم حرف بزنن. ما مشکلی با این حرف نداریم. حرف من این است که این یک خاندان ایرانی در ایران پادشاه شد. نبود. همش سرخ زرد پوستان آسیایی میانه بودند و جانشینان اونها و اتابکان و چی و کی. اوکی؟ این اتفاق افتاد. قبل از این که من وارد مسائل تاریخی و نمیدونم سیاسی و اقتصادی سلطنت شاه اسماعیل و جانشینانش بشم، باید توجه شما رو جلب کنم به یک دایره یه خورده پهناورتر، ببینیم که در دنیا داشته چه میگذشته و ما آیا با آنچه که در دنیا داشته میگذشته هماهنگی پیدا کردیم در این حوادث یا نه. اگر هماهنگی پیدا کردیم، کجا این هماهنگی رو از دست دادیم که امروز از قافله تمدن مغرب زمین عقب‌تریم؟ اگر از اول این هماهنگی به وجود نیامد، چرا و چگونه؟ در سالهای اول قرن دهم هجری، یعنی قرن 16 میلادی، ما کشورمون درش یک سلسله صفویه ایرانی با مذهب شیعه میاد و بعد از چندین جنگ و جدال تمام سرزمین رو دارای یک حکومت واحد میکنه. اما الان چه موقعی از دنیاست؟ این موقعی است که 50-60 سال پیش عثمانی ها رومی ها را از عثمانی بیرون کردند، کنستانتین رو شکست دادند، راه عبور آسیا به اروپا رو برای اروپایی ها کاملا مسدود کردند. تمام کاروان های تجاری که این کاروان ها از لباس و غذا و دوا و ادویه و اشیاء قیمتی، هر چی که شما فکر بکنید، از که یکی از جاده هاش جاده معروف به ابریشم بوده، جاده های دیگری هم بوده که از خلیج فارس می آمده به اردبیل و از اردبیل می رفته به این منطقه، تمام اینها مسدود شده. بنابراین اروپایی ها برای جانشینی، برای حل این مشکل به تقلا و تجلا می افتن و 40-45 سال این تقلا و تجلای اروپایی ها طول میکشه تا راه‌های دریایی بزرگی رو کشف بکنند، راه دریایی هند رو کشف بکنند. در مسیر کشف راه‌های دریایی هند، آمریکا رو کشف بکنند، که کشف آمریکا هم از نظر ثروت هم از نظر تنوع مواد غذایی برای اروپایی‌ها تکان دهنده بود. یک. دو، اینکه در مغرب زمین، در اروپا، همین اروپاییایی که از خواب قرون وسطایی بیرون آمدند، آنچنان با شتاب و با تشنگی به طرف علم و کشفیات علمی دارن میرن که حیرت آوره. خب ما کاغذ میساختیم، این مدل کاغذسازی رو که از چینی‌ها یاد گرفته بودیم یاد میدیم به اروپایی‌ها. اروپایی‌ها اون رو میگیرن، توسعه میدن و کاغذ رو به مقدار بسیار عظیم‌تر و وسیع‌تر می‌سازن. چینی‌ها چاپ رو به ما یاد داده بودن، ما چاپ ماشین‌های ابتدایی چینی رو گرفته بودیم، ما داده بودیم به اروپایی‌ها، اروپایی‌ها اون رو گرفتن، گوتنبرگی پیدا شد، اومد این ماشین رو توسعه داد. حالا با توسعه ماشین چاپ و توسعه تولید کاغذ، علم مرتباً اشاعه پیدا میکنه، به دورترین نقاط میره، ارزان شده و فراوان شده که هنوز برای ما نیست. توسعه مدارس، توسعه دانشگاه، توسعه اکتشافات، اختراعات و اینکه مردم بدون اتکای به کسی و به جایی شروع میکنن به کشفیات،
هیچ مؤسسه و نهادی از هیچ آدمی حمایت هنوز نمی کنه، ولی این مردم تشنه دانستنند، تشنه پرسیدن و پیدا کردن جواب ها میشند. یه روزی روزگاری این مردم متوجه میشن که یه امکاناتی دارند، از این امکانات مغزی باید استفاده کنند. این است که شروع میکنن به کار کردن. وزن زمین رو از خودشون میپرسن زمین وزنش چقدره، میگن خب بیایید اینو بیایم حلش کنیم. وزن زمین رو بدن، فاصله زمین تا ماه چقدره، میگن ما یه مثلثی بکشیم که قاعده مثلث بخوره به ماه و دوتا زاویهش در دو نقطه زمین باشه، ما دیگه آسون میشه. در نتیجه یه نفر میره توی یک شهر، یه نفر میره توی یک شهر، یه کارایی میکنن، اون مثلث خیالی رو میکشن، فاصله زمین تا ماهی رو تعیین میکنن که در قرن 21 وقتی محاسبه شد چند کیلومتر کوچیک فاصله داشته، یعنی میتونستن به دست بیارن چیزا رو، حجم زمین رو به دست میارن. شروع میکنن به شناختن ستاره ها. یه خواهر برادر دانمارکی در خانهشون، در حیات خانهشون، دوربین رصدخانه 17 متری با قطر 48 سانتی متر در طول 8 سال 9 سال زحمت میکشن و اینو میسازن، بعد میذارنش توی ساختمون و ستاره ها رو رصد میکنن. برادر ستاره ها رو رصد میکرده، میگفته، خواهره مینوشته، در طول 10 سال اینها 10,000 ستاره رو نامگذاری میکنند که این ستاره ها رو میدن به مؤسسات بالاتر، مورد مصرف قرار میگیره. هر کسی برای خودش کاری میکرده تا اینکه این تجمع پیدا شه، تا اینکه این سازمان پیدا شه و دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و آکادمی ها به وجود بیان. آکادمی ها دولت سر این مردم به وجود آمدند. در چنین زمانی که مردم مغرب زمین در تنگناهای قرار گرفتن و در جنگ حیات و ممات میخوان خودشون رو بالا بکشن، اول ضرورت های اولیه رو برطرف میکنن که ساختن کشتی های بزرگه، اصلاح قطب نماست، اون چیزی که در دستشون بوده همه اینا رو ما به دستشون دادیم، یا ما، یعنی ما از چینی ها گرفتیم، این وسطیم دیگه، دادیم به اونا، نشون دادیم به اونا، اونا گرفتن توسعهش دادن. خب در حالی که جهان به طرف توسعه زندگی مادی بشریت داره میره، ما آغاز میکنیم به یک سری افکار متافیزیکی و میخواییم تازه انسجام بدیم به یک نوع دیگری از افکار متافیزیکی و اعتقاد به عالم بالا، و حکومتی درست کنیم که به مدد دین بتونه حکومت کنه، بتونه مملکت رو اداره بکنه. سابقه این کار در کشور ما بوده. ما موبدان زرتشتی با پادشاهان ساسانی هماهنگی داشتند و مملکت رو اداره میکردند. آتشگاه و بارگاه دو واحد به هم چسبیده بودند. اما نباید اشتباه کنیم، اون دین زرتشتی یک دین 100% گیتیانه بود. اون دین برای آبادی زمین بود، اون دین برای ثروتمند شدن مردم بود، برای رفاه مردم بود، برای بهداشت مردم بود، برای سلامتی مردم بود. اون دین یک دونه دستور آسمانی به کسی نداده. تمام گاتها رو شما اگر بخونید میبینید که داره ستایش میکنه از زمین بارور، از نگهداری آب. وقتم تموم شد، ببخشید که اگه نه همه تون زرتشتی میکردم الان. باشه، در جلسه بعدی راجع به تفاوت دین زرتشت و دین اسلام و کاربردش در جهانداری با همدیگه صحبت میکنیم. فعلا شب روزتون بخیر.